حسین آقایی پشوشگر روابط بین و امور استراتژیک از ترکیه با ما همراه هستند به شما خوش آمد میگم آقای آقایی اجازه بدید که با صحبت آقای خامنه‌ای شروع کنیم در حالی که قبلا سپاه پاسداران در اولین واکنش خودش به هم حمله حماس به اسرائیل در حساب ایکس خودش گفته بود که ما گفته بودیم سراغتون میایم اما علی خامنه‌ای ساعت پیش سخنرانی کرد یک چرخشی کاملا 180 درجه مدعی شد که این حمله کار فلسطینی ها هست ارزیابی شما از این دوگانگی و این تناقض چیست ببینید ما یه مفهومی داریم به نام آزمون کلک مرغابی حالا یا اورده که میگه که اگر چیزی, رو، چیزی شبیه مرغابی به نظر برسه مانند مرغابی شنابو کنه و صدای مرغابی در بیاره اون چیز به احتمال زیاد مرغابی هست اون چیزی که حماس در هفت اکتبر در نتیجه حمله تروریستیش انجام داد یه صحنه‌ای آشنایی برای ما ایرانیان هستش یا به طور دقیق‌تر میتونم بگم آشناترین صحنه برای مردم ایران هستش اون نوع حمله و شبیه خون زدن و کشتن مردم بیدفاع و اون رفتار با وحشیانه با زنان و کودکان و تمامی اون صحنه‌ای که نشان از خشونت اوریان رو میداد در برابر مردم بنابراین اون استایل حمله استایلی هستش که کاملا میشه گفتش که استایل حملات جمهوری اسلامی هستش و حالا این رو توی منطقه دیدیم و در داخل خود ایران هم ما این رو دیدیم بنابراین به نظر میرسه که با توجه به اینکه تمامی شواهد رم نشون میده که مثلا خود سخنگوی حماس چند روز پیش اعلام کرد که ما تمامی اون پشتیبانی انلواز سلاح و مهمات و پول و همه رو از ایران دریافت میکنیم و حتی گزارش وال استریت رو ما داشتیم در آوریل گذشته که اعلام شده بود که نشست مخفیانه بین قاعانی و رهبران حماس حزب الله و جهاد اسلامی برگزار شده بوده و طراحی کرده بودن برای یک جنگ بزرگ و اسارت مقامات حماس که خودشون تهدید کرده بودن که جنگ چند جانبی رو انجام خواهند داد و گزارش واشنگتن پست و این تمام شواهد نشون میده که جمهوری اسلامی به طور کامل از حماس حمایت میکنه و دخالت مستقیم یا غیر مستقیم داشته پرسش کلیدی اینجا این هست که اگر حماس این سلاح ها یعنی موشک ها و راکت ها و پهبات ها را نداشته باشه از طرف جمهوری اسلامی آیا قادر به انجام این حملات بود؟ برای پرسش این است برای پاسخ این منفی است یعنی حمایت کامل و دخالت مستقیم یا غیر مستقیم جمهوری اسلامی رو ما شاهد هستیم ولی خب کتمان میکنن به دلیل اینکه خب از واکنشی که ممکنه که از طرف آمریکا داشته باشه و قدرت های اروپایی خب به نظر می رسه که می اینو هم بگم اونچه که حماس نتیجه حمله تروریستیش انجام داد در خوشبینانه ترین حالت اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم یک پیروزی تاکتیکی موقت نه یک پیروزی راهبردی بلند مدت لا. چون داعش هم در سال 2014 جوان پیشروی گسترده ای داشت تکریت و موسل را گرفت و در حلب در جوان 2014 اعلام خلافت اسلامی کرد ولی خب ما دیدیم که در 2017 عملا داعش از بین رفت بنابراین دراز مدت تعیین میکنه که چه تحولاتی رو خواهد داد و کدام طرف پیروزی راهبردی رو از نقطه نظر, نظر نظامی به دست خواهد آورد بپردازیم به آخرین اقدامات اسرائیلی در جنگ ارتش اسرائیل نیروهای زمینی خودش رو به مرز غزه فرستاده گزارش ها حاکی از این هستش که تا ساعت دیگه حمله نظامی زمینی اسرائیل به غزه آغاز میشه طبق اون چیزی که رسانه ها گزارش دادن حمله زمینی اسرائیل به غزه معادلات جنگ رو چه تغییری میده؟ ببینید من فکر میکنم که حماس عملا هیچ گزینه ای رو برای اسرائیل باقی نذاشته جز اینکه یک جنگی رو انجام بده جنگی که میتونه طولانی باشه و مرحله و این عملیات زمینی هم احتمالا انجام خواهد شد و وقتی که خب اینکه بخوایم نگاه بکنیم معادلات چگونه تغییر پیدا خواهد کرد اون فاکتور وجود گروگان ها در داخل نوار غزه بسیار مهم هست اون باعث میشه که شاید عملیات اسرائیل پیچیده بشه ولی من فکر میکنم که عملا هیچ راهی برای اسرائیل وجود نداره جز اینکه اون ضربه خودش رو بتونه بزنه از طریق نظامی و گفتم پیروزی راه هم از, آن طرفی هستش که بتونه این جنگ رو تمام بکنه و یا شرط و شروط خودش رو از طریق اهرام زور و قدرت نظامی به طرف مقابل تحمیل بکنه و طرف مقابل رو تسلیم بکنه به خاطر این من فکر می‌کنم که اسرائیل چنین برنامه‌ای رو داره که از طریق حملات زمینی و حملات هوایی حماس رو تسلیم بکنه اون رو نابود کنه یا تضیف حد دکسری رو انجام بده و اگر هم شده که این منجر به این بشه که تشدید تنش بشه و جبهه از شمال باز, باز بشه از طریق حزب الله عملا در یک جنگ چند طرف هم قرار خواهد گرفت ولی به حال این شرایطی است که شرایط جدید برای اسرائیل هست و باید بتونه به اون هدف راهبردی خودش به ضربه زدن به حماس برسه حسین آقایی پشارشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه مثل همیشه سپاسگزارم از حضورتون در برنامه